لیزا گراند هماهنگ کننده امور انسان دوستانه سازمان ملل در یمن اعلام کرد که حملات به بندر الهدیده می تواند به قیمت جان 250 هزار نفر تمام شود. گراند با صدور بیانیه گفت که حمله نظامی یا محاصره بندر الهدیده تأثیرات منفی بر جان صدها هزار غیر نظامی بیگناه می گذارد. به گزارش رویترز او همچنین افزود که درباره طولانی شدن این مسئله جنگ یا محاصره نگرانیم که 250 هزار نفر هر چیزی که دارند حتی جانهایشان را از دست بدهند کمیته جهانی صلیب سرخ نیز اخیرا اعلام کرده بود که 71 نفر از خدمه بین المللی خود را به دلیل تهدیدات و حوادث امنیتی از یمن خارج می کند و به جیبوتی انتقال می دهد. اعتلاف عربستان سعودی و امارات از یک ماه قبل عملیاتی را با هدف اشغال بندر الهدیده که تنها راه ارتباط یمن با بیرون است آغاز کردند. شبه نظامیان وابسته به این کشورها توانستند از جنوب استان الهدیده و در امتداد ساحل به وسیله پوشش هوایی تا فاصله سی کیلومتری الهدیده پیش روی کنند ولی هنوز موفق به اشغال این بندر ساحلی نشدند.